دوستان عزیزم سلام حالتون چطور امیدوارم که حالتون خوب باشه سالم سلامت و سر حال باشید امروز هم در خدمتتون هستیم با یک فیلم دیگه که توی این فیلم میخوایم با استفاده از یک فرمول و یک ساختار جملات انگلیسی زیادی رو با هم یاد بگیریم که بسازیم و جمله های خیلی پرکاربردی رو استفاده میکنیم اما جمله هایی که امروز میخوایم یاد بگیریم در مورد جملات سوالی که مربوط به زمان گذشته هستن رو میخوایم یاد بگیریم پس روش امروز فیلم امروز در مورد جملات سوالی مربوط به زمان گذشته هست که فرمولش به این شکله توی زمان گذشته اگه بخوایم جملات سوالی بپرسیم جمله های سوالی که امروز میخوایم بسازیم به این شکل هستن که جوابشون بله یا خیره و در واقع شما توی فارسی اونا رو با آیا شروع میکنیم میگیم آیا اون کار را کردی به این شکلان خب فرمولش چیه اول دید رو میاریم برای اینجور جملات همیشه اول دید هست بعد فائل بعد فعل اصلی که به همون فرم ساده شده بدون هیچ تغییری بعد مفعول بعد قید مکان و بعد قید زمان پس اول دید بعد فائل بعد فعل و معمولا همچون جمله رو از مخاطبمون میپرسیم و طرف مقابل شما یا تو هست معمولا میشه دید به اضافه یو دید یو اولش دید یو هست به عنوان مثال میگیم آیا اخبار را شنیدی؟ خب جواب این سوال بله یا خیره پس جملاتی که ما میخواییم بگیم بپرسیم جوابشون بله یا خیر هست آیا اخبار را شنیدی؟ خب طبق فرمونی که گفتیم اول باید دید رو بیاریم بعد فائل فائل کیه از کی میپرسیم از تو یا شما میگیم آیا شما اخبار رو شنید؟ پس میگیم did you? بعد فعلمون چیه شنیدن did you hear بعد مفعول چیه مفعول خب اخباره میشه news did you hear the news did دقت کنید که کلمه نوز توی انگلیسی بریتانیایی میشه نیوز خونده میشه توی امریکن بیشتر شبیه نوز هست نوز نیوز did you hear the news خب حالا بریم سراغ جملات دیگه و مثال های متنوعی رو با هم خواهیم داشت که جملات خیلی خیلی پرکاربری هستند. اگه فیلم براتون مفید بود دوستان حتما لایک کنید با دوستاتون به اشتراک بذارید تا از کانال هم, هم حمایت بشه بریم سراغ جملات دیگه با استفاده از این ساختار تمرینات متنوعی رو خواهیم داشت آیا آن را دیدی دی؟ خب این رو چجوری بگیم دوستان آیا آن را دیدی دی؟ میگیم Did دید you see it? Did you see it? Did you see it? آیا به او کمک کردی؟ خب شما بگید دوستان. Did you help her? Did you help her? یا اگه بخوایم بگیم منظور از او اوی مذکر باشه مرد باشه باید بگیم Did you help him? Did you help him? آیا با رئیست صحبت کردی؟ سعی کنید قبل اینکه من جمله انگلیسی رو بگم شما توی ذهنتون بسازید جمله رو Did you speak to your boss? Did you speak to your boss? آیا چراغ رو خاموش کردی؟ Did you turn off the light? Did you turn off the light? Turn off یعنی خاموش کردن. Did you turn off the light? آیا به مغازه رفتی؟ Did you go to the store? Did you go to the store? Store یعنی مغازه توی انگلیسی امریکا بیشتر استور استفاده میشه توی بریتیش از شاپ بیشتر استفاده میشه حالا امکانش هست که امریکن هم شاپ بگه و بریتیش هم استور بگه ولی چیزی که مرسوم و متداول هست رو گفتم Did you go to the store? آیا ایمیل هم رو دریافت کردی؟ Did you receive my email? Did you receive my email? آیا کلیت هات رو پیدا کردی؟ خب اول did you رو میاریم بعد پیدا کردن میشه find did you find your keys did you find your keys آیا مسابقه رو تماشا کردی خب باز هم did you اول بعد تماشا کردن میشه watch مسابقه مسابقه میشه match did you watch the match Did you watch the match? Match که معنی دیگه هم داره دوستان دوستان که بلد هستن توی قسمت گرامت ها برای اون بنویسید معنی دیگه یه match رو آیا دیروز بعد از ظهر به باشگاه رفتی؟ Did you go to the gym yesterday afternoon? Did you go to the gym yesterday afternoon? جیم همون باشگاه دقت کنید که فعل باید ساده بیاد بعضی ها دقت نمی کن. میگن did you went وقتی دید میاری دیگه فعلتون نباید گذشته باشه did you go to the gym نمیگی did you went to the gym آیا بهت آسیب زد یعنی آیا آن بهت آسیب زد میگیم چی؟ پس اینجا فاعل یو نیست میشه did it hurt you did it hurt you یعنی آیا آن به شما آسیب زد دیدید hurt you آیا او تو را زد زد میشه hit دوستان hit h i t did he hit you did he hit you آیا غذات را تموم کردی did you finish your food did you finish your food آیا پیشنهاد رو قبول کردی؟ Did you accept the offer? Did you accept the offer? آیا از او پرسیدی؟ ازش پرسیدی؟ Did you ask him? Did you ask him? آیا اش فکر کردی؟ درباره آن فکر کردی؟ Did you think about it? Did you think about it? آیا آن کتاب را خواندی؟ Did you read that book? Did you read that book? آیا آن را احساس کردی؟ احساسش کردی؟ did you feel it? did you feel it? did you see your mother yesterday? did you see your mother yesterday? did you play tennis yesterday? did you play tennis yesterday? آیا آن را با خود بردی؟ بردن میشه take دوستان. Did you take it with you? Did you take it with you? آیا رفتی شنا؟ Did you go swimming? Did you go swimming? تکالیفت رو تموم کردی؟ Did you finish your homework? Did you finish your homework? آیا در زدی؟ مثلا یک نفر میاد داخل شما مشکوکی که آیا در زد یا همینجوری اومده تو چی میگی؟ Did you knock on the door? Did you knock on the door? Knock یعنی در زدن Did you knock on the door? آیا او را دیدی؟ Did you see her? Did you see her? آیا شلوار جدیدت رو پوشیدی؟ Did you wear your new pants? Did you wear your new pants? Pants یعنی شلوار توی آمریکا. Pants میگن توی بریتانیا توی انگلستان. Trousers میگن. Did you wear your new pants?

یعنی اون چیز اینجا بود میدونستی اون چیز اینجا بود Did you know that it was here? Did you know that it was here? آیا سوال رو متوجه شدی؟ فهمیدی سوال رو؟ Did you understand the question? Did you understand the question? اتاقت رو تمیز کردی؟ Did you clean your room? Did you clean your room? آیا او بهت زنگ زد؟ Did he call you? Did he call you? دیدی چه اتفاقی افتاد؟ Did you see what happened? Did you see what happened? آیا از آن خوشت اومد؟ Did you like it? Did you like it? Did you go out last night? Did you go out last night? On the Did you write it down? Did you write it down? دقت کنید دوستان که برای نوشتن وقتی یه چیزی رو میای مینویسی سریعا یا یادداشت میکنیم برای یادداشت کردن معمولا فعل دو کلمه رو به کار میبریم write down write به تنهایی بیشتر برای کتاب نوشتن چیز جدی نوشتن هست اما وقتی یه چیزی رو میای یادداشت میکنی میشه write down did you write it down did you write it down did you write it down آیا خرید رفتی؟ Did you go shopping? Did you go shopping? آیا میدونستی که من شغل رو گرفتم یعنی شغل رو کسب کردم به دستش آوردم؟ Did you know that I got the job? Did you know that I got the job? آیا تو رانندگی کردی؟ یا آیا تو رانندگی کردی بسته به تکه وجود داره که استرس کجاست Did you drive? Did you drive? آیا به سگ غذا دادی؟ غذا دادن میشه feed. feed نمیگیم give food غذا دادن یه فعل داره خودش فید. Did you feed the Did you feed the dog? آیا پنجره رو باز گذاشتی؟ اینجا اگه بخوایم کلمه به کلمه بگیم باید بگید آیا پنجره رو باز رها کردی؟ Did you leave the window open? Did you leave the window open? آیا آنها تو رو دیدند؟ اینجا فایل چیه؟ آنها پس میگیم Did they see you?

the rest of the chocolate? Did you eat the rest of the chocolate? آیا او را دعوت کردی؟ Did you invite him? Did you invite him? آیا چیزی که دنبالش بودی رو پیدا کردی؟ Did you find what you were looking for? Did you find what you were looking for? did you wash your hands? did you wash your hands? did you travel by train? did you travel by train? did you sleep well? did you sleep well? ماشین رو فروختی؟ Did you sell your car? Did you sell your car? دوستان عزیز این قسمت هم تموم شد امیدوارم که براتون مفید بوده باشه و یاد گرفته باشید اگه فیلم براتون مفید بود دوست داشتید از کانال حمایت بشه حتما فیلم رو لایک کنید با دوستاتون به اشتراک بذارید خیلی کمک میکنه که بقیه دوستان هم فیلم ها رو ببینن و بتونن استفاده کنن و ما هم انگیزه بیشتری پیدا کنیم برای تهیه فیلم های بیشتر و بهتر براتون تا فیلم بعدی خدا نگهدارتون